شاگرد عزیز سلام، امید است که به حفظ و امان خداوند باشین و به امید موفقیت و پیروزی های هرچی بیشتر شما پروگرام امروز خدا آغاز میکنیم. طبعا پروگرام کیمیا، البته قسمی که خودتان میفهمین صنف هفتم هستین، مضمونتان مضمون کیمیا میباشه و موضوعی که امروز ما شما بارش جرابس میکنیم نمایش تعاملات ساده و توزیع معادلات آنها می باشد. آداب آموزشی از شاگردان انتظار می رود که در پایان تدریس به آداب ذیل نائل گردند. یعنی زمانی که من بر شما تدریس می کنم، در ختم تدریس، زمانی که من ارزیابی می کنم، اینی آداب باید برآورده شود. یک، دانستن مرکبات ساده کیمیایی و تعاملات در آنها. شما باید مرکبات ساده کیمیایی رو بفهمید و که چه قسم تعاملات در این مرکبات صورت میگیرن. یاد گرفتن شیوه توزیع معادلات کیمیایی تعاملات ساده. به چه شکل شما یک تعامل ساده کیمیایی رو انجام بدین، یعنی شیوه اما انجام دادن معادلات توزیع معادلات کیمیایی رو که مرکبات کیمیایی در او تشکیل میشه. درک نمایان که مواد ساده به اساس تعاملات ساده حاصل شده میتونه. پیش از اینکه درس جدید خدا آغاز کنیم، اول ما یک مرور کوتاه بالای درس گذشته میکنم. در تعامل کربن با اکسیژن، شما قسمی که از روز گذشته به خاطر دارین یا به یاد دارین، زمانی که کربن همراه اکسیژن تعامل میکنه، دو نوع مرکب کیمیایی را میسازه که یکی کربن مونوکساید و دیگرش کربن دای اکساید میباشه. خوش شاگردان نازنین متوجه باشین، موضوع درسی که امروز ما شما بالای صحبت میکنیم نمایش تعاملات ساده و توزیع معادلات آنها. در این مبحث با بعضی از تعاملات آشنا میشوید، یعنی با چی؟ با تعاملات ساده. طوری که اتم های عناصر با هم تعامل نموده و مرکبات نسبتا ساده دو اتمی، سه اتمی و چند اتمی را تشکیل میده. تعاملاتی که در آنها اتم های عناصر شرکت نموده و مرکبات ساده را تشکیل میدهند به نام تعاملات ساده یاد شده و مرکب حاصله آنها را نیز به نام مرکبات ساده یاد میکنند. که البته یک تعداد از تعاملات ساده قرار زد میباشه که هر کدام شما و شما به طور مختصر ایره کار میکنیم. دو اتمی فرد میکنیم آب. این یک مرکب چند اتمی شد؟ دو اتمی. و می شکل سودیم کلوراید. یک اتم سودیم و یک اتم کلورین. یا مرکب دو اتمی شد. پتاسیم کلوراید. یا مرکب دو اتمی شد. و می شکل هرگاه ما یک مرکب سه اتمی را مد نظر بگیریم، فرض می کنیم پتاسیم هایدروکساید. این چند اتمی شد؟ سه اتمی. از سه اتم تشکیل شد یک، دو، سه. یا سودیم هایدروکساید. یک اتم، دو اتم، سه اتم. در تعامل هایدروژن به همراه اکسیژن. این شما میفهمید که هایدروژن در موجودیت اکسیژن میسوزد و آب تشکیل میده. هایدروژنی که حالت گاز داره، زمانی که به همراه اکسیژن حالت گاز داره، در موجود جرقی برقی تعامل میکنه و مرکب آب میسازه که البته خود مرکب آب یک مایع میباشه. هایدروژن همراه اکسیژن در موجود جرقی برقی تعامل میکنه و مرکب آب میسازه. اینو من پس میمونم بالای تخته نویشه میکنم و شما ببینید که به چه شکل یک معادل کیمیایی رو توزیع میکنیم و یا ای که از کجا شروع میکنیم و به کجا ختم میکنیم. هایدروژن جمع اکسیژن یا مالت گاز پیدا میشه، زمانی که تعامل میکنه مرکب آب حاصل میشه و یا حالت مایع داره یا لیکوید. خب نمایش نمیشه میکنم که
یادتان نروه، جمع اکسیژن، بعد تعامل آب تشکیل میشه. این حال یک دفعه از روی چارت در شما میخوانم، باید بر روی تخته نشان میشم. طوری که در معادله دیده میشود، تعداد اتم های اکسیژن به طرف چپ معادله دو اتم، به طرف راست معادله یک اتم میباشد. برای اینکه ما شما این معادله را تزیین کنیم، باید تعداد اتم ها به طرف چپ و به طرف راست معادله با هم چی شود؟ با هم برابر و مساوی گردد. به طرف چپ تعامل تعداد اتم های اکسیژن دو اتم و به طرف راست معادله تعداد اتم های اکسیژن یک اتم می باشد. لذا در طرف راست تعامل مولکول آب را ضرب در دو نموده و تعداد اتم های اکسیژن به دو طرف تعامل مساوی می گردد. این حال چی می کنیم؟ ببینید، حساب می کنیم. خب هیدروژن مساوی دو، ایتون همیشه میکنم خودتر بفهمین. اکسیژن رو مساوی به دو اتم است. به طرف راست تعامل هیدروژن مساوی به دو اتم و تعداد اتم های اکسیژن مساوی به چند اتم است؟ مساوی به یک اتم است. پس این معادله توزیع نشده یا موازنه برقرار نشده. اینا نبرزی که تعداد اتم های هیدروژن و تعداد اتم های اکسیژن و دو طرف تعامل، یعنی به طرف راست و چپ تعامل برابر شوند، مساوی شوند، ما چی میکنیم؟ آب ضرب دو میکنیم. چرا؟ چون که دو اتم اکسیژن اینجا ما داریم و یک اتم اکسیژن اینجا داریم، موازنه برقرار نیست. آب ضرب چند میکنیم؟ آب ضرب در دو میکنیم. وقتی که آب ضرب دو کردیم، ببینید دو اتم اکسیژن به طرف چپ تعامل و دو اتم اکسیژن به طرف راست تعامل شد. یعنی این دویی را که ما در پیش روی مرکب نوشته میکنیم، این بنام ضریب عمومی یاد میشه. یعنی هم به تعداد اتم های هیدروژن و هم به تعداد اتم های اکسیژن شامله. خب این معادله توضیح شد، یا این را من میگیرم به این شکل در مرحله دوم بر شما نوشته میکنم که خوبتر بفهمید. این را پاک میکنم از اینجا، دوباره تعامل نوشته میکنم. ببینید، هیدروژن جمع اکسیژن جرق برقی اینجا بخشیم یادم رفته و اینجا نوشته میکنیم در موجودت جرق برقی تعامل میکنه و آب میزنه. دو اتم هیدروژن، دو اتم هیدروژن، دو اتم هیدروژن، دو اتم، دو اتم اکسیژن، یک اتم اکسیژن. اینا رو برزی که موازنه اینجا برقرار شد، ما آب ضرب چند میکنیم؟ آب ضرب دو میکنیم. یعنی آب ضرب دو میکنیم، دو اتم اکسیژن طرف چپ تعامل و یک اتم اکسیژن طرف راست تعامل. اینا رو هیدروژن تغییر آمد، دو هیدروژن تغییر آمد. چرا؟ برزی که به طرف راست تعامل تعداد اتم های هیدروژن دو ضرب دو شد و به طرف چپ تعامل ما دو اتم داریم. از اون خاطر چی میکنیم؟ هیدروژن رو باید ضرب دو کنیم. تعامل هیدروژن به همراه اکسیژن به نام تعامل اکسیدشن رو یاد میگیرن، چون که هیدروژن توسط اکسیژن اکسیده میشه. خب من اول یک ارزیابی میکنم. اگر شما در تعامل هیدروژن به همراه اکسیژن در تشکیل آب، آیا شما این معادله را توزیع کرده میتونید؟ بله توزیع کرده میتونید. تعداد اتم های هیدروژن به طرف چپ و طرف راست و همچنان تعداد اتم های اکسیژن به طرف چپ و راست ما ایره حساب میکنیم. در مرحله اول دو اتم هیدروژن اینجا، دو اتم هیدروژن اینجا، دو اتم اکسیژن اینجا، یک اتم اکسیژن اینجا داریم. چی میکنیم؟ آب ضرب دو میکنیم. وقتی که آب ضرب دو کردیم، دو اتم اکسیژن اینجا شد، دو اتم اکسیژن اینجا شد. اینا رو تغییر ده چی آمد؟ دو دو چار، چار اتم هیدروژن نیجه، دو اتم هیدروژن نیجه. در مرحله بعدی و مرحله آخر ما چی میکنیم؟ هیدروژن ضرب دو میکنیم. وقتی که هیدروژن ضرب دو کردیم، دو دو چار و دو دو چار اتم هیدروژن، دو اتم اکسیژن و دو اتم اکسیژن، پس معادله ما چی شد؟ معادله توزیع شد. ما به کارخانگی برتان میدم. سوال اول، در تعامل سودیم با کلورین کدام مرکب حاصل میشه؟
مدل آن را توضیح نمایید. و دیگه سوال مدل تعامل پتاسیم را با کلورین نوشته و مدل آن را توضیح نمایید. شاگردای عزیز، البته درس امروزتان یک درس ساده و آسان بود. کارخانگیتان انجام بدین، به توضیح معادلات خود دقت کنین، دقیق باشین، سمبولا را که نوشته میکنین، مرکبات نام مرکبات نوشته کنین، در پایانش بعدا توضیح کنین به این شکل که من توضیح کردم، به این شکل تعداد اتم ها را به طرف چپ و راست تعامل برابر کنین، معادلات توضیح میشه. به امید موفقیت های هرچی بیشتر شما، خدا حافظ و ناصرتان.